امروز در خدمت شما عزیزان هستم در مورد آموزش یکی از مهمترین و اساسی ترین مباحث در چله نشینی. خیلی از عزیزان و در کل شاید بیش از 90% کسانی که میل و رغبت به چله نشینی و یا دعوات یا دعوت موکلین یا انشالله رابطه با ملائکت الله دارند، یکی از مهمترین فاکتورهایی که دچار مشکل میکنه این عزیزان رو ترس و کمقوتی قلب هست. خب این کلیپ رو تا انتها با دقت گوش بدید که یک راه حل بسیار بسیار آسان برای شما خواهم گذاشت و انشالله بتونید از این آموزش استفاده بکنید و قوت قلب بگیرید برای اینکه بتونید عملتون رو به صورت کامل انجام بدید. بریم تا انتهای کلیپ بنده این آموزش رو به شما یاد بدم. با درود و احترام و با نام و یاد حضرت یزدان دادار پایدار، هر کجا که هستید ایرانیان عزیز، هموطنان گرامی، عزیزان افغانستانی و عزیزان تاجیکستانی، بقیه همزبانان و هموطنان در جای جای گیتی، هر کجا که هستید امیدوارم زندگیتون پر از نعمات و برکات الهی باشه و در زندگیتون خمی و کجی و کاستی نباشه، همواره زندگیتون به روال و رو به بهتر شدن باشه و جیبهاتون پر از برکات نعمات الهی باشه در زندگیتون. عزیزان همواره توصیه کردم، باز هم توصیه میکنم، یکی از فوت‌های کوزه‌گری که شما میتونید به آسانی دریچه‌های غیب رو به صورت خیلی خیلی راحت به رو خودتون باز بکنید، احترام بزرگترها به موسپیدان هست، از پدر و مادر و برادر و خواهر و خانواده و حتی دیگران. مهر و محبت رو فراموش نکنید و دادار باشید، چون دادار پایدار شما هم دادار باشید و از این پشیمان نخواهید شد. عزیزان اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بفرمایید، یادتون نره لایک بکنید حتما همین اساس کلیپ رو، برای اینکه میتونید با این وسیله کمک بکنید به ادامه آموزش ها در این کانال. کانال دیگه ای ما هم در دیسکریپشن لینکش هست، اون رو هم میتونید سابسکرایب بکنید، در اونجا هم ما برنامه خواهیم گذاشت و میگذاریم. بسیار خوب، آموزش امروز دوستان، نگاه بکنید، در چله نشینی یکی از مهمترین عواملی که خود موکلین یا خدام یا ملائک و اینها باعث می شود که شما به نتیجه نرسید چی هست؟ ترس. ترس یکی از مهمترین عوامل بازدارنده است. یعنی چی؟ نگاه بکنید عزیزان، کلن هر موجودی از موجودات عالمهای و عوالم دیگه وقتی میبینه شما نسبت به دیدن او و ملاقاتش ترس دارید و این فرکانس رو از شما دریافت میکنه، سیگنال رو دریافت میکنه و فرکانس ترس رو میفهمه، به شما خودش را نشان نمیدهد. ضمن اینکه اگر هم این کار رو بکنه موجب میشه خدای نکرده شما یه سکته بکنید یا یک اتفاق اینجوری براتون بیفته و سکته های قلبی خیلی هاش در همین موارد هست. شما میبینید حتی نیرو کاری با شخص مورد نظر نداشته، اما مهمترین قسمت چی هست؟ مهمترین قسمت این هست که طرف خودش ترس داره و باعث میشه که سکته بکنه. وقتی سکته کرد خب بالاخره یا میمیره یا اینکه خب متاسفانه فلج عضلانی میگیره. پس باید خیلی دقت بکنید. حالا این رو که من عرض میکنم، وقتی شما دلتون محکم باشه، قرص باشه، بسیار بسیار کمک میکنه. اولین چیزی که دوستان، چیزی که باعث بالا رفتن روحانیت شما میشود، در چاکرای چهارم مخصوصاً چه هست دوستان؟ نماز خواندن است، مناجات، عبادت. این خیلی مهم هست که شما این رو میتونید، همگان این رو انجام بدن و بسیار بسیار کمک میکنه. اما دستوری که من میخوام امروز بهتون بدم
دوستان، توامان از دو سوره قرآن است. این دو سوره قرآن چه هست؟ خب اولیش سوره یاسین است و دومین مورد دوستان چه هست؟ سوره صافات، که شما این دو سوره رو باید اجرا بکنید. منتها چجوری باید این رو اجرا بکنید من به شما میگم. شما عزیزان پس از هر نماز واجب، یعنی 5 جلسه در روز نماز دارید دیگه، درسته؟ شما پس هر جلسه نمازتون در روز این رو میتونید انجام بدید. اما یک حالت هم داره که خب عزیزانی کارمند هستن میتونن اونجا اجرا بکنن، که اون دومین مرحلهش هم بهتون میگم. شما پس هر نمازتون در روز باید یک بار سوره یاسین بخوانید و 72 مرتبه آیه 1 تا 10 سوره صافات این رو باید بخوانید. خب من این رو اصطلاحاً به شما بگم، شما زمانی که نیت عمل میکنید صبح قبل از عمل، در اولین روز دوستان، در اولین روز، نه هر روز، در اولین روز صبح قبل از عمل نیت و غسل میکنید، درسته؟ نیت و غسل میکنید و این عمل رو انجام میدید، که عمل و ختم برای رفع ترس و قوت قلب در چله نشینی. و البته این عمل فقط برای رفع ترس و قوت قلب نیست دوستان، بسیار بسیار محسنات داره در زندگی شما. مهمترینش باز شدن رزق و روزی و درگاه رزق شماست، که این رو هم داشته باشید. این عمل بجز رفع ترس و قوت قلب برای شما، رزق شما رو هم زیاد میکنه. اما مهمترین چیزی که الان اینجا هست، شما قبل از این که پس هر نماز که میخواید نمازتون تمام شد که اون عمل رو انجام بدید، باید اولش 14 صلوات مخصوص بگید. خب این رو قبلا به همه دوستان گفتم، عزیزان قدیمی تر میدونن، و اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. دوستان عزیز این چیه؟ این صلوات مخصوص هست، 14 صلوات مخصوص، یک بار سوره یاسین، 72 مرتبه آیه 1 تا 10 صافات، سوره صافات، دوباره آخر چه هست؟ 14 صلوات مخصوص دوباره. این رو یادتون نره، این پس هر نماز هست. حالا ختمتون چند روزه دوستان؟ ختم 21 یا 40 روزه است. این ختم رو میتونید 21 روزه بگید، میتونید 40 روزه بگید. اگر نظر من رو بخواید، من به شما میگم 40 روزه ختم رو بگیرید. اما اینکه شما عزیزانی که کارمند هستن و نمیتونن در ظهر یا صبح یا بعد از ظهر جایی کار دارن نمازشون رو به اون صورت بخونن، شب بعد از نماز عشا دوستان عزیز و گرامی، وقتی که نماز عشاتون تمام شد، هولوش ساعت 10 شب به بعد شما در یک اتاق خلوت، در یک اتاق تاریک و یک اتاقی که خلوت باشه، یک اتاق تاریک، حالا میتونید دور و برتون یک شمع بذارید، میتونید شما 7 تا شمع بذارید، مهم نیست، منتها شمع ها رو به این صورت جلوتون بگذارید و جای بخورتون رو اینجا میتونید بذارید. البته دوستان و عزیزان، برای این عمل بخور واجب نیست، خط مندل ندارد، تحسین و اسراف اختیاری است، که شما میخواید اصطلاحاً اسراف تحسین بکنید دیگه خودتون میدونید. منتها بخور عمل واجب نیست و خب خط مندل هم نداره دوستان. اون عملی هم که اختیاری هست میتونید تحسین بکنید، میتونید اسراف بکنید، میتونید انجام ندید. منتها اتاق دوستان باید چیکار باشه؟ باید لامپ الکتریکی، یعنی لامپ هایی که نوار تنگستن دارن داخلش، چه لامپ الکترونیکی، یا با هم فرق میکنه، لامپایی که
LED هستند یا اصطلاحاً کم مصرف هستند، لامپای فلورسنت هستن، اینها نباید باشه که پالس سیگنال تولید میکنه، سیگنال های اصطلاحاً الکتریکی تولید میکنه و باعث میشه که شما اون روحانیتی که مخصوص هست و باید جذب بکنید، داده گرفت انجام بدید رو مختل میکنه. دوستان فقط باید عرض کردم شما میتونید اینجا بشینید و اینجا هم 7 تا شمع روشن بکنید. اگر هم نمیترسید خب یک شمع روشن بکنید. ترس دوستان دشمن انسان هست، ترس در علوم خفیه دشمن هست. خب با این کاری نداریم. حالا باید چی کار بکنید؟ حالا دوستان وقتی میشینید شما باید 14 صلوات مخصوص بگویید. نیتش رو هم که روز اول کردید دیگه، 14 صلوات مخصوص میگید، 21 مرتبه آیت الکرسی میخونید، 3 مرتبه سوره یاسین میخونید و 525 مرتبه آیه 1 تا 10 سوره صافات. درسته؟ این رو میخونید، 14 صلوات مخصوص میگید، 21 مرتبه آیت الکرسی میخونید، 3 مرتبه سوره یاسین میخونید، 525 مرتبه هم آیه 1 تا 10 سوره صافات رو میخونید. اگر دوستان دیدید که حالا به هر دلیل وقت نمی کنید یا وقتتون زیاد تلف میشه باید صبح بلند بشید، این رو میتونید به 101 بار تقلیل بدید. اگر دیدید نمیتونید 101 بار آیه 1 تا 10 سوره صافات رو میخوانید، منتها دیگه از این کمتر نمیشه، یا 525 مرتبه یا 101 بار. و آخر کار هم دوباره 14 صلوات مخصوص باید بگید و 7 مرتبه آیت الکرسی میخوانید. خب اینها رو که خوندید دوستان، یک کاسه آب، این کاسه آب میتونه چینی باشد، میتواند هم شیشه‌ای باشد. اگر چینی شد نباید داخلش نقش و نگار باشه، بیرونش مشکل نداره، داخلش نه. مقداری آب میذارید داخلش و اینها رو که خوندید، این فقط مخصوص کسانی هست که عمل شبانه دارن، مخصوص عمل پشت نمازها نیست، مخصوص کسانی است که عمل شبانه دارن. اون کاسه آب رو اصطلاحا میذارن جلوشون و هر سوره‌ای که خوندن، هر باری که خوندن یا هر 10 باری که خوندن داخلش فوت میکنن، هیچ مشکلی نداره دوستان، داخل آب فوت میکنید، عمل که تمام شد، همه اینها رو که خوندید داخلش فوت کردید، از آن آب مقداری به صورت خود میزنید، بعد مقداری میخورید، مقداری هم صبح اول بیدار شدن از آن آب به صورت میزنید. قبل از اینکه برید و صورتتون رو بشورید با کسی صحبت بکنید، یه مقدار از همون آبی که ته کاسه مونده به صورتتون میزنید، دیگه اون آب تمام میشه. باز شب بعد تا حالا یا 21 روز یا 40 روز. عزیزان عرض کردم این عمل بجز قوت قلب و رفع ترس، برای ثروت، برای رزق، برای محبوبیت بین مردم بسیار بسیار نافع است. امیدوارم که از این مطلب به دقت و با درستی استفاده بکنید. عمل بسیار آسونی هست و تا این کار رو انجام ندادید دوستان چله نشینی نکنید، چون قوت قلب برای شما بسیار واجب هست، مخصوصا در چاکرای چهارم شما بسیار کمک میکنه برای انجام چله نشینی و دعوات ملائکه، حضرت ملائکه و بقیه خدام. امیدوارم که کانال رو حمایت بکنید، کلیپ ها رو حمایت بکنید، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره در همه کانال ها. و تا برنامه آینده که آموزش دیگر رو خدمت شما ارائه بدم، شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار، یارو یاورتون.